نامه اول پولس رسول به تیموتائوس فصل اول. از طرف پولس که به فرمان نجات دهنده ما خدا و به دستور مسیح عیسی امید ما رسول مسیح عیسی است، به تیموتائوس فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید با آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. با آنها بگو که خود را با افسانه ها و شجر نامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشند سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشه خدا که از راه ایمان شناخته می شود کمکی نمی کنند. هدف تعلیم ما برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گم کردند. آنها مایلند معلمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه میگویند و یا درباره چه چیز اینطور با اطمینان سخن میگویند. ما میدانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیح از آن استفاده شود. البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای افراد متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، کافران، بیدینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، زشتکاران، لوادگران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می‌دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد. آن تعلیمی که در انجیل یافت می‌شود، یعنی مژده‌ای از جانب خدای پرجلال و متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. از مسیح عیسی خداوند ما که نیروی این کار را به من داده است تشکر می کنم، زیرا او ما را قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. اگرچه در گذشته به او دشنام می دادم و جفا می رسانیدم و اهانت می کردم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما می گردد. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست. اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده و حیات جاودانی خواهند یافت. به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. ای تیموتائوس، فرزند من، همانطور که مدتها پیش درباره تو نبوت شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد و ایمان و وجدان پاک خود را نگه دار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است، که از آن جمله هیمیناووس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.